درود، سلام، درود با همه دل و جانم به شما یاران ایران فردا، خانواده ایران فردا. دوست نازنینم از کرج باهاش صحبت میکردم، دیدم صدا داره پخش میشه و گفت باورش نمیشد، گفت ما هم جز خانوادتون هستیم. تردیدی ندارم، خانواده ما هر روز داره بزرگتر میشه و بدون اینکه بخوام باز خبرهایی بدم که نتونم بهش جامعه عمل بپوشانم، فقط میگویم تلاش داریم میکنیم بسیار زیاد که هم شفافتر و روشنتر، هم در ابعاد وسیعتر در خانه های شما، موبایل شما، آیپد شما، دفتر شما، در اون اتومبیل، نه اتومبیل البته شما نگاه نمی کنید، راننده خانم و بچه ها و کسانی که پشت اتومبیل نشستن نگاه خواهند کرد، راننده نه. اینجا این مشکل رو داریم، مثلا شما سر چهارراه ایستادی، یه دفعه تلفنت زنگ میزنه، میخوای فقط دگمه رو بزنی که روی بلنگو گوش بدی، حالا یا اگر وصل به بلوتوث باشه که با بلوتوث گوش میدی، همین که سرتو میندازی پایین یه دفعه پلیس بغلت ایستاد. عجب، شما داشتید به موبایل، به تکس نگاه میکردید. قربان ببخشید اینجا سر چهارراه بود، اختیار دارین. الان اگه چراغ قرمز میشد شما هول میشدی، ممکن بود بزنی به ماشین جلوی. جریمه سنگین و سه تا پوینت منفی، 12 تا که شد تصدیق رو میگیرم. به هر روی، حالا نمیدونم در ایرانم با این دقت به این مسئله توجه میشه یا نه، ولی واقعا یکی از خطرناکترین مسائل همینه که آدم پشت ماشین با موبایل مشغول باشه. اینجا یه وکیل مجلس رو گرفتن، یه تکس رد کرده بود، 1000 پوند جریمش کردن و حتی 1 روز زندان، برای اینکه بهش بگن چون وکیل مجلسی نمیتونی هر کاری دلت خواست بکنی. کریسمس پشت دره. خیلی از ماها که در خارج از ایران هستیم، خود به خود کریسمس هم شده بخشی از زندگیمون. نوروز که زندگیمونه، کریسمس هم شده بخشی از زندگیمون. بچه ها اینجا بزرگ شدن، این شادی رو دوست دارن، هدیه دادن و گرفتن رو خیلی دوست دارن. بنده که عیالوارتر هم شدم، نوه ها اومدن و طبیعتا جان و جهان منن. و در خود ایران هم علاوه بر هموطنان مسیحی ما، ما ایرانی ها در خود ایران این جشن رو گرامی میداریم، چون میدونیم یه خوده که بکاویم بریم عقب به میترای بزرگ میرسیم، به پیامبر نور و آشتی و زیبایی که همون تولدش در زمستان بوده و کاج از نشانه های این تولد، آمیزه ای از آیین مسیح و میترا که تمام اروپا رو گرفته بود وقتی مسیحیت آمد. به هر حال صمیمانه تبریک میگم به همه هموطنانم، به ویژه هموطنان مسیحی در داخل و خارج کشور. امیدوارم با شادی این جشن رو برگزار کنید. دوست نازنینی ما داریم، همه برنامه رو با دقت میبینه، آقای رضوی، بسیار هم ازش ممنونم که اینقدر دقت داره، لطفم داره، یعنی انتقاد که میکنه گاهی آقا تلخه ولی با از صمیم دل میکنه، بنابراین خیلی دوست دارم نوشته هاشو. از جمله هفته پیش مطلبی داده بود که استاد، آقای نگاهی در برنامه‌تون که اومده بودین صحبت از عرق قوچان و غیره و غیره میکرد. به هر حال یادت باشه اینجا بلد مسلمان است. و من فقط به این رضوی عزیزم میگویم که تا کی فقط هه بزنیم زیر فرش؟ چند نفر در ایران الان همین چیزی که آقای نگاهی گفت مینوشن، منتها تظاهر میکنن. من یادم از یه دوستی مرحوم پدرم داشت، چون پدر من خیلی به شدت حساسیت داشت روی مسئله الکل و محال بود تو خونمون حتی بیا، و یه دوستی پدرم داشت این می نوشید، شاعرم بود،
می نوشید و بعد می رفت دهان رو با صابون و با خمیر و غیره می شست و به نماز می ایستاد. نماز شام غریبان به گریه آغازم. اونم با گاهیم در همون نماز متأثر می شد و یواشکی در گوش من می گفت علی جان این چند قطره من رو به خدا نزدیکتر می کنه. مقصود تویی. کعبه و بتخانه بهانه و میخانم بهانه است. بسیار اشکای صادقانه از صمیم ایمان در میخانه دیدم که در مسجد ندیدم. آقای رضوی عزیز، بانوی زنگ زده بود به پیامگیر ما و با عصبانیت و خشم شما پیامگیر رو کاری کردی تا صدای منو میشنوه قطع میکنه. بانوی عزیز، کدوم دستگاه هوشمند اومده که صدای شما رو بشنسه قطع کنه؟ چه صدای بقیه قطع نمیشه؟ شما تو تلفنت مشکل داری، از ایران زنگ میزنی این شماره رو شناختن انداختن روی که قطع کنی، نمیتونن بیان طرف رو پیدا کنن چون یه دقیقه شما پیام میذاری و میری، ولی قطع میکنه. این کار شده، بسیاری از پیام ها برای من ناقص میاد. من یک شمارم بهتون دادم که اگه میخواید تکس به من بزنید. چقدرم تکس گرفتم هفته گذشته، ممنونم ازتون. به هر حال بعضی از مطالبی که نمیتونید با صدا بگین تکس بکنید، من اینجا بهش اشاره خواهم کرد. یه دوست دیگری یه مطلب مفصلی درباره فساد برام فرستاده بود از راه تکست و من از اون استفاده کردم در برنامه. در هر حال امیدوارم که این پیوند زیبای بین ما هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر بشه و ما بتونیم پیام‌های بیشتری رو پخش کنیم. الان هم که می‌بینید در طول هفته من هر روز چند تا پیام رو پخش می‌کنم. حالا چه اون پیام‌هایی که بعداً جوابشون رو میدم یا نمیرسم جوابشون رو بدم، اما حداقل پیام‌ها بدون سانسور پخش خواهد شد. دو اصل طلایی رعایت بشه، هیچ مشکلی برای انتقاد و حمله و اینا نداریم. میریم و نخستین پیام رو میشنویم. الان روزتون بخیر. من میخواستم ببینم این چطوری میشه تلویزیون ایران فردا رو روی تلفن یا روی آیپد بذارم. اگر ممکنه لطفاً یکم دقیق‌تر نشون بدین. انقدر سریع میگذره که آدم نمیدونه داره چه کار میکنه. همه که مثل شما یا مثل بعضی ها زیاد سریع و کار رو وارد نیستن. یکم لطفاً آهسته‌تر که دقیق‌تر ما بدونیم داریم چه کار میکنیم. اینو بذاریم روی تلفنمون یا آیپدمون. متشکرم. خدا سپاسگزارم بانو گرامی. خیلی ساده است، خیلی ساده است. یعنی شما تلفن‌های هوشمند اگه داشته باشید راحت اون بالا میزنید ایران فردا لایو، ایران ای هم داره فردا لایو، و میاد براتون. اون سیستمی رو که سوار کنید روی تلویزیون‌های اریکسون و تلفن‌های هوشمند، اون رو هم که همکارمون آرش براتون قشنگ توضیح میده. حالا من میگم یک توضیح مفصل‌تر و آرامتر هم برای شما بانوی گرامی و دیگر دوستان بده که شما راحت بتونید اینو روی تلفنتون تماشا کنید. ولی ساده ترینش هم اینه که ایران فردا لایو و میتونید ببینید. بله، روی وبسایتمون هم میگذاریم که شما روی وبسایت هم بتونید ببینید. وبسایت ایران فردا هم که خیلی راحته، ایران فردا .tv، و میتونید راحت برید وبسایت ما هم ببینید و کنارش وبسایت خلیج فارس که خیلی هم مطالب خوندنی داره. حتما سری بزن. الان که ماشاءالله 1.5 میلیون نفر دارن میبینن و امیدوارم بیشتر از اینم بشه. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده، زنگ زدم از تمامی تهیه کنندگان و مجریان برنامه‌تون تشکر کنم. در جمع تمامی برنامه ها عالی است، ولی یک گله و شکایت هم از حضرت عالی بلخص آقای چالنگی دارم در رابطه با برنامه تفسیر خبر جمعه شب ها. تمامی برنامه های سرگرم کننده و خبری شما پربیننده است، ولی تفسیر خبر جمعه شب ها شاید یکی از پربیننده ترین برنامه های
تفسیر خبرتون باشه که با حضور شما و حریف بدرتون آقای دکتر سازگاره اجرا میشه. ما از صدای آمریکا متاد این برنامه شدیم. آنجا هم آقای چالنگی خداییش برنامه رو خوب اجرا میکرد. ولی در تلویزیون ایران فردا انگار ایشان یکم بی‌حوصله‌تر و عصبی‌تر خصوصا در این برنامه با آقای دکتر سازگاره شدن. این موضوع را من با هر که در میون گذاشتم آقای چالنگی را مقصر اصلی میدونم. چون تفسیر آقای سازگاره تمام نشده ایشان همش واسه طرف میان و با لغاتی مثل بله باشه به نحوی وانبود میکنن آقا تمومش کن و این حرکت قشنگی نیست. برای بیننده هم خدایی که اصاب خود کنه چون هیچی از تفسیر نمی کنه. خواهش من دارم در وحله اول از آقای چالنگی توضیح بدن واقعا داستان چیه و در مرحله آخر از شما خازانه تقاضا دارم آقای سازگاره را هر طور هست مجددا به این برنامه دعوت کنید یا به عبارتی برگردونید، چون به تنهایی شما هر چقدر هم قوی باشین با قول معروف یه دست صدا نداره. این برنامه شکل ایدئالی نخواهد داشت. دوست من، اولا من بگم دوست عزیز من آقای دکتر سازگاره خودشون به علت گرفتاری ها، کارهای زیاد و این موقتا گفتن یه مدتی نمیتونن سر ساعت تو اون روز باشن و تو برنامه مشارکت کنن. ولی آقای سازگاره شونی هست تو برنامه، آقای میبودی هست، آقای سازگاره تو برنامه داناییشون هست. یعنی آقای سازگاره دوست و همکار عزیز ماست و با ما هم در این مسیر از روز اول بوده و هست. بعدم من بهتون گفتم برای اینکه اون تایم مخصوص مشکل ایجاد میکرد، در طول هفته تو برنامه های تفسیر خبر یا برنامه من آقای دکتر سازگاره خواهند بود و من طرحی دارم انشالله در سال آینده اجرا خواهیم کرد. در مورد آقای چالنگی البته خود ایشون باید راجع به برنامهش صحبت کنه، ولی اینطور که من طی 40 و اندی سال با دوست عزیزم زندگی کردم، کار کردم، همکاری کردم با جمشید، او هم آدم صاحب عقیده است. یعنی نشسته اونجا فقط به عنوان یه گوینده صرف، نه، خودش هم عقیده داره و خیلی هم گاهی خودش رو کنترل میکنه، چون به هر حال حرفی که زده میشه در تعارض با باور اوست، ولی با این وجود خودش رو کنترل میکنه و یه برنامه مخصوص داره اونجا میاد حرفای خودش رو میزنه. نه، هیچ نوع فرقی نکرده. شاید به نظر من تفاوت تفسیر خبر اینجا در صدای امریکا اینه، در صدای امریکا یه محدودیتایی بود، اینجا اون محدودیت ها وجود نداره و شرکت کنندگان آزادن در چارچوب سوالی که ازشون میشه آنچه را میخوان بگوین. یکی هم مسئله مراعات زمانه، یعنی 3 دقیقه برای هر نفر که بعد بپردازن به یک موضوع دیگه یا همون موضوع رو مجری برنامه با افزودن یک سوال دیگه یا تفسیر و تعلیق دیگری دوباره اون رو مطرح بکنه. بنابراین 3 دقیقه برای هر کدوم، یک اونم جزء میگن رول‌ها یا قوانین طلایی گفتگوهایی است که در بستر یک بحث مطرح میشه. در حال ممنونم ازتون آقای سازگاره با ما هست. دوست بعدی. الو جناب نوری‌زاده، جناب میبودی، جناب آقای اسم جمشید خان اسمش چیه برهان. بنده نظرم اینه که، البته سوادی هم ندارم، بنده نظرم اینه که اینا خیمه شب بازی میکنن. 37 سال ما رو سر کار گذاشتن، شما هم اومدید تایید کردید که اختلاف دارن با هم دیگه، دو جناح دارن میجنگن، اینا همش خیمه شب بازیه. یه چیزی هست، داستانی هست، روی یوتیوب نگاه بکنید. خیلی معذرت میخوام. میگه که اینا جلوی شما این کارا میکنن، شبای میدخصن میگن فلان کنم به قبرتون. خیلی معذرت میخوام از اینا. بنده رو تلفنم حتی آزده نیستم این حرف میزنم. بیایید حالا این سناریو رو نگاه بکنید.
این سناریویی که اینا خیمه شب بازی دارن میکنن، هر کدومشون اومدن 37 سال ما این حرفا رو مرتب شنیدیم و هیچ وقت هم اختلاف نداشت. اگه اختلاف داشتن یه تروری میشه، یه خبری میشه، نه که من طرفدار ترور باشم، ولی به هر حال یه اتفاقی خیر از این میفته که داره میفته. این میره چه مهمونی، اون میره، اون ممنوع عکس میشه، این ممنوع خروج میشه، این ممنوع کفش میشه، نهایتاً هم یه کار میکنن. آقای چالنگی بهتر مثل این که این مسئله رو با من موافق باشه. سلام خدمت همتون، خداحافظ. دوست من اینجوری نیست، واقعاً اینا با هم دعوا دارن. ببینید، دعوا داشتن اینا دلیل بر این نیست که اینا دارن سردگور میشن فردا. نه، شما چی دیگه دعوا رو اسمشو چی میگذارید؟ آقای هاشمی امروز مصاحبه میکنه، میگه یک شورا درست شده برای تعیین افرادی که اهلیت دارن برای رهبری، و بعد تاکید میکنه روی مسئولیت‌های خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبری. فرداش رئیس قوه قضاییه میگه اصلا هم چی چیزی نیست، هیچ نظارتی بر قوه بر رهبری نیست. پس فرداش هم احمد خاتمی میاد میگه که بله، این مسئله نگاه کردن به اهلیت آدما چیز تازه نیست، ما یک کمیسیون داریم کارش اینه. ببینید، این اختلافه. وقتی رفسنجانی میره به خامنه ای میگه آقا ما نباید در رژیم بشار حمایت کنیم، و آقای خامنه ای فرداش 2000 تا دیگه سپاهی رو میفرسته که جنازه هاشون برگرده، این میشه اختلاف. اختلاف شدیدم هست، تا ریشه هم رو زدن هم دارن میرن. ولی ما چه میگوییم؟ مهم اینه ملت در برابر این اختلاف چیکار میکنه. میخواد بیاد حریف یکی بشه ضد اون یکی، یا نه دوتا خروس جنگی رو تشویق میکنه به بیشتر همدیگر رو زدن که هر دو از حال برن. خیمه شب بازی بر این نمایش عنوان نمی شود. در خیمه شب بازی عده ای آدم بی جان، عروسک، توسط کسانی نخشون تکون داده میشه. در جمهوری ولایت فقیه اینجوری نیست. بازیگران شناخته شدن، ملق میزنن، حرکت میکنن، حرف میزنن، توطئه میکنن علیه همدیگر. سه روز احمدی نژاد وزارت اطلاعات دستش بود، پرونده آقای خامنه ای و فرزندانش تا بقیه رو، تا واعظ تبسیم کشید بیرون. چرا نمیتونن بگیرنش؟ چرا قادر نیستن احمدی نژاد رو، کسی که حداقل 600 میلیارد دلار پول کشور رو به باد داده، هزینه های بی ربط. دوستی برای من میگه اومده به رئیس جمهوری نیکاراگوا و اکوادور، گفته که آقا من یه پول میدم اینجا مسجد بزنیم. اونم گفته ما کمونیستیم، این حرفا چیه میزنیم؟ پولو بده برای مردم گیوه بخریم و لباس غذا بگیریم. این پولایی که رفت به این بهانه ها، چرا نمیتونن محاکمش کنن؟ تا محمد رضا رحیمی میرن به احمدی نژاد نمیتونن نگاه چپ بکنن، چون آقای احمدی نژاد پاشده اینا رو فرستاده، تمام این اسناد اومده اینجا آرشیو شده آماده برای روز مبادا، و بیاد بیرون آتیش میزنه. شما میبینید یک لیست قلابی در انقلاب منتشر شد، لیست قلابی، همش دروغ بود. بدبخت رفته بود برای بچهش 4000 دلار فرستاده بود آمریکا درس بخونه، شد 4 میلیون دلار. اون یکی برای هزینه دانشگاه پسرش 15000 دلار فرستاده بود، شد 15 میلیون دلار. دیدید چی کار کرد؟ کمر رژیم شاه رو شکوند. حالا اگر بیاد بیرون تمام اسامی بانک ها، مبالغی که توشه، فسادی که منتشره، فساد اخلاقی، ازدواج های سفید مقامات نظام، اینا بیاد بیرون چیکار میکنه تو جامعه؟ احمدی‌نژاد همه رو آورده نگه داشته. میخواین منو بگیرین؟ خیلی خوب، کاری نداره، منو میخواین بگیرین، آقای فلانی رو میفرستم خارج، بره اینا رو منتشر کنه. قرص و محکم نشسته سر جاش با پررویی، منتظر دوره بعدی هم هست. پس این جنگ واقعیه، خیمه شب بازی نیست. هموطن بعدی، عرض ادب و احترام خدمت مرد بزرگوار و شریف.
جناب دکتر نوری‌زاده، انشاءالله که حالتان خوب باشد و همیشه در سلامت باشید، چون ایران با داشتن شخصیت هایی همچون شما به خودش میبالد، نه با داشتن صادق لاریجانی، مولانا حسدین جانی و ایجهی خواهن و شکرزادش و همسال خود. من بسیار شما را دوست دارم، از اصفهان تماس میگیرم. جناب نوری‌زاده، من فکر میکنم خمینی جنگ با عراق را برای این خاطر به راه انداخت، چون خمینی به ترس نشسته بود و حکومت را به دست گرفته بود و حالا نوبت عمل کردن به وعده هایش بود، و چون همه وعده هایش دروغین بود، برای فراموش کردن آنها از خاطر مردم وارد جنگ شد. نظر شما چیست؟ با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست من. در واقع آقای خمینی جنگ رو آغاز کرد، یعنی حالا عراق درست تجاوز کرد، ولی قبلا مقدماتش رو آقای خمینی فراهم کرده بود، چون آقای خمینی اومده بود این اندیشه خودش رو تعمیم بده، پخش کنه، فکر میکرد عراق سرزمین مستعدی است، بره عراق، بعد بره بحرین، بعد بره سعودی، بعد بره سوریه، لبنان. این ایده خمینی بود، صدور انقلاب، دفتر سازمان‌های آزادی بخش که اول خانم سودابه صدیفی مدیرش بود، همسر سابق آقای غضنفرپور، و بعد مهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری که اعدام شد. آقای رفت، ولی بعد جنگ رو وسیله کردن، به خصوص اطرافیان آقای خمینی و هیئت حاکمه، برای تصفیه حساب همه نیروهای ملی، تمام نیروهای مذهبی که صادق بودن، اعتقادات و باورهایی داشتن ولی حاضر نبودن به آرمانهای ملی خیانت کنن، ریشه اینا رو زدن، قدرت مسلط رو به دست گرفتن، ولایت فقیه مطلقه رو برقرار کردن و ایران رو به عنوان یک کشور اشغال شده غارت کردن. اینا اهدافش بود. جام زهر رو که سر کشید، خمینی به چند ماه دوام پیدا نکرد، برای که تمام آرزوهاش برباد رفت. سران عرب برای تبریک به صدام یکی بعد از دیگری به بغداد می شتافتند. سردار قادسیه عملا پیروز شده بود، گویند که بعداً پس داد هزینه جرائم و جنایاتش. اما به هر حال آقای خمینی پیروزی رو ندید. بیننده بعدیمون، این که میگم هموطن، یک دوست افغان ایراد گرفت، آقا ما هم زنگ میزنیم. گفتم عزیزم، تو هم هموطن میدونم، یه خط مرزی بینمون، یعنی بین ما جدایی انداخته. وقتی تو شعر حافظ رو میشنوی چشمات پر عشق میشه، وقتی شعر سعدی رو میشنوی که میان ما و تو جز پیرهن نخواهد ماند، وگر حجاب شود تا به دامنش به درم، نیشت باز میشه، تو هم هموطن. اون کرد سلحشور شمال عراق هم هموطنه، تاجیک نازنین اونم همینطور. سلام تاجی بای، مطلوبه شیرعلی آوا، سلام همه آنهایی که دل رو نزدشون در تاجیکستان گذاشتم. واقعا مثل اینکه به ایران رفته بودم، به خصوص تو خیابون امیر اسماعیل سامانی که یه کپی از پهلوی ما بود. حالا ولی عصر. بله آقای عسکر حکیم عزیز، رئیس هیئت نویسندگان. بیننده بعدی. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، با سلام خدمت شما و خدا بزرگ. میخواستم به بعضی از هموطنان هم بگم که من اطلاع چندانی از برنامه سازی تلویزیون ندارم، ولی یکی از دوستانم که دستی بر آتش داشت تعریف میکرد برای ساخت یک برنامه 30 دقیقه‌ای چقدر زحمت بکشن و چند نفر باید زحمت بکشن، که حتما هم باید در کار خودشون متخصص باشن با هزینه خیلی زیاد. بنابراین اگر کمی منصف باشیم، بدونیم آقای دکتر نوری‌زاده و همکارانش چقدر زحمت میکشن تا ساعت برنامه رو
روی آنتن میبرم. مخصوصا شخص های دکتر که اهلا در چند شبکه دیگه تلویزیونی برنامه دارن، مدیریت تلویزیونی جانبردار هم مختبر هستن. حقیقتا مسئولیت سنگین نیست. بنابراین دست مریضا های دکتر، امیدوارم مثل همیشه صحیح و سلامت و با انرژی به کار خود ادامه بدیم. از جمله خودتون استفاده می کنم و میگم شما را خداوند عاشق می سپارم. ایرانی هستم از خانه پدری. سپاسگزارم هموطن نازنینم، کلی انرژی بهم دادی، ممنونم عزیزم. در خانه پدری خوشحالم این اصطلاح جا افتاده ها. خیلی ولایت جهل و جور و فساد جا افتاده. اون روز دیدم دوستی داشت مقاله نوشته بود از سرشناسان، ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی رو به کار برده بود. خوشحالم اینا چیزایی که من گفتم، تحفه آرادان جا افتاد، اینا همه جزء وکابولری ما شده، جزء فقه و لغه ما در ایران شده. بسیار خوشحالم، همچنان که از شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. هموطن بعدی. الو سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من از ایران زنگ میزنم. میخواستم از آقای نوریزاده خواهش کنم که زندگی شاهنشاه رو برای ما ایرانیان بذارن که در کانال ایران فردا ببینیم، چون ما خانواده که خیلی این برنامه رو دوست داریم و همش هم میگیم کاش آقای نوریزاده یه برنامه‌ای بذاره از اول زندگی شاهنشاه آریان به. اگر بذارین خیلی تشکر میکنم. قربان شما، خدا. بانوی گرامی، من خودم یه برنامه‌ای دارم تولید میکنم که حالا زیاد راجع به شرف نمیزنم، ولی به هر حال برنامه ایست که سال آینده میاد روی پرده تلویزیون شما، روی صحنه تلویزیون شما. این برنامه میپردازه به شخصیت هایی که در 100 سال گذشته باعث تحول در سرزمین ما شدن، دگرگونی ایجاد کردن، شخصیت های برجسته ای که با انقلاب مشروطه در واقع آمدن، بعضن قبل از مشروطه هم بودن در صحنه، مستر خدمات بزرگ شدن و پادشاه فقید ایران هم به همراه پدرش جزء این شخصیت ها هست و در اون برنامه طبیعتاً به زندگیشون از آغاز تا پایان خواهیم پرداخت. ممنونم ازت. هموطن بعدی. الو با سلام، الان دیدم آقای شاهین‌فر تاریخ‌دان امشب صحبت دارن. خواستم از ایشون خواهش کنم این مسئله آریایی رو یک دفعه دیگه برای ما روشن بکنن. بنابراین یکی از این تلویزیون ها موقع که با آدم تماس میگیره میپرسن آریایی هستی یا نه. اگه آریایی باشی با صحبت میکنن، اگه نباشی مثل یه صحبت نمیکنن. این اتفاق برای بنده افتاده. تشکر میکنم از همتون. اسم این هست فاشیسم نژادی، یعنی کسانی نژاد خود رو برتر از بقیه نژادها میدونن. همون کاری که هیتلر میکرد، اونم میگفت نژاد آریایی، نژاد آریایی بالاتر از هر نژادی هست دیگه. این افراط در ملی گرایی میشه شوونیسم. در روم هم آقای موسولینی همین رو میگفت، حزب سومکا هم در ایران همین رو. من یه سوال دارم، چه چیزی، ما چه مزیتی داریم بر یک ترک؟ چه مزیتی داریم بر یک عرب، بر یک افغان، بر یک پاکستانی؟ چه مزیتی داریم؟ مزیت انسانی میتونیم داشته باشیم در صورتی که انسان آگاه باشیم، انسانی باشیم حرمت میگذاره به حقوق هم نوعش، انسانی باشیم که رعایت مبانی اخلاق جامعهش رو میکنه. اون وقت میگه این آدم خوبیه، این آدم وظیفه شناسیه، مسئوله. اما من بیام بگم نخیر، من چون آریاییم، اگه شما آریایی نباشی به تلفن جواب میدم. کی آریاییه؟ کی آریاییه؟ 10,000 سال پیش یه قومی از هندوستان را افتادن، اومدن تو ماوراءالنهر مستقر شدن،
بعدن هم یه عده ریختن اومدن پایین تر تو فلات ایران، یه عده هم رفتن اونور به اروپا. خب الان مردم کسانی که زندگی میکنن در زاگرب کرواسی خود رو آریایی میدونن، هیتلر آلمانی رو هم آریایی میدونست. تکلیف اون آلمانی که همسر ترک داره و مادر خودش هم مال روسیه بوده و پدر مادرش از نووسیبرسک اومده و جد مادرش از منچوری اومده، تکلیف اون چی میشه؟ یا در ایران از زمانی که آریایی ها آمدن تا امروز صدها قوم و قبیله و کشور به ایران حمله کردن، اومدن قاطی شدن، آمیخته شدن با این نژاد. حالا کی میتونه بگه من آریایی هم؟ مثل اینکه طرف میگه آقا این فارس ها به ما ظلم میکنن. گفتم فارس کیه؟ منظورت کسانیست که فارسی حرف میزنن؟ گفت بله. گفتم شهریار هم فارسی حرف میزد، دکتر عبدالرحمن قاسملو هم فارسی حرف میزد، شیخ خزعل هم فارسی حرف میزد، دادشاه بلوش هم فارسی حرف میزد. یعنی چی؟ فارسی حرف زدن که میشه فارس؟ قوم فارس نداریم ما، استان فارس داریم. اینا چیزایی است که به نظر من تراوشاتی است که متاسفانه علیه تمام اون مبانی است که انسان ایرانی باهاش اعتبار پیدا کرده. مهمان نوازی، عشق به همسایه، عشق به هم نوع، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک پیکرن. چو عضوی به در داورد روزگار، دگر عضوها رو نماند قرار. حالا من بگم سوریه بذار کشته بشن به من چه، عربا افغانستان به من چه، بذار طالبان بزنه همه قندهاری ها رو بکشه، پشتونن به من چه. این نوع برداشت ها خطرناکه. هموطن بعدی سلام، خسته نباشین. میخواستم عرض کنم که سیگنال رادیو فردا کلن اوکلزات شیش درجه بسیار ضعیفه، تلفن کنین که این نقدر سیگنال شده میکنن. در آلمان هست، آلمان خیلی سیگنال مسئله نداره، در آلمان خیلی ضعیف گرفته میشه، همه سیگنال هاشون ضعیفه، مال بی بی سی مجاهدین مال شما همه. ممنونم دوست عزیزم. نگفتید از کجا میگیرید؟ اگه از ستلایت میگیرید که این نمیتونه باشه، چون یوتلسات بیم طرف اروپا داره و بنابراین اروپا، آفریقا و خاورمیانه فرقی هم نمیکنه، همه جا همون خیلی هم قویه. چون میدونید یوتلسات همون کمپانی در واقع سیم کمپانی از هاتبرد، همون کمپانی هاتبرد، کمپانی مادره و پاتبردم یکی از شاخه های اونه و بنابراین همه جا میگیرنش. یه خود LMB‌تون رو دستکاری کنیم. هموطن بعدی سلام علیکم نوریزاده، یزدان‌پر هستم، از کلاردشت مزاحم میشم. آقای نوریزاده ما تو رو دوست داریم، واقعا خیلی خیلی تو رو دوست داریم. ادعای آقایون رضاشاه رو قبول ندارم. رضاشاه 14 سال پادشاهی کرد، در این 14 سال ایران رو گرگون کرد. هنوز کسی در ایران نیامد چنین پادشاهی چنین کار انجام بدهد. دوستت دارم یزدان پرست آقای نوریزاده، خداحافظ. سپاسگزارم یزدان پرست عزیزم. رضاشاه 16 سال سلطنت کرد، 20 سال در صحنه بود، 4 سال به عنوان سردار سپه و فرمانده کل قوا و وزیر دفاع، نخست وزیر و 16 سال به عنوان پادشاه. معلومه دیگه باید کلاردشتی غیور غیرتمند به فرزند منطقش ارزش میگذاره. چقدر دلم میخواست یزدان پرست عزیز، منم کلاردشت بودم اونجا رو میدیدم، دوستان برام میگن چه تغییراتی کرد، چقدر زیباست. آرزو داشتم منم اونجا در خدمتت بودم و اونجا رو با هم میگشتیم و گاب میزدیم و تماشا میکردیم. محمد سفریان داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم آقا از این گرگان شما من اون جنگل نارخوران خیلی دوست دارم، خیلی زیباست. و گوشه گوشه ایران روبروی هتل هایت توی چالوس
یه جنگلی بود، پیاده میرفتیم با دوستان، ساعتها قدم میزدیم. هر گوشه ایران زیباست. خبوشان بری در قوچان، از این ور بری ملایه، دریاچه زیبه، هر جا بری زیباست. جنوب کشور، جزایر ایران، از آبسکون در دریای مازندران تا بری اون پایین جزیره سیری رو ببینی، لاوان رو ببینی، کیش و ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک رو. هموطن بعدی، وقت شما بخیر. از ایران زنگ میزنم، خواستم در مورد برنامه شاخه این درخت کهن یه انتقادی داشته باشم. آقای دکتر ناصر شاهین پر خیلی خوب برنامهشون شروع کردن از صفویه به این ور، ولی متاسفانه نمیدونم چجور شده این برنامه. قبلش رو خواهش میکنم آخرین برنامهشون شما نگاه بکنید، اصلا خیلی دارن از این شاخه به اون شاخه میپرن و اون روال رو رها کردند. در مورد ندم این دفعه ارداویف که همچین شخصی، شاید 10 دقیقه وقت برنامه رو گرفتن که میتونن راحت رفرنس بدن که بیننده ها برید این داستان رو بخونید فلانجا، ولی از اون برنامه خارج شدم. من دوست داشتم ایشون قبول میکردن که فرهیختگانی هم نشستن پای این برنامه و اونها هم احترام میذارن، یا بعد دو برنامه قبلش اومدن کل برنامه رو اختصاص دادن به پاسخگویی به یه ایمیلی که از ایران اومده، معلومه اصلا راست باشه دروغ باشه و کس خواسته ایشون اذیت کنه کل برنامه رو. در صورت من دیگه برنامه ایشون رو تماشا نمی کنم. خیلی ممنون، وقت شما بخیر، خدا نگهدار. تشکر میکنم بازم از شبکه خیلی خیلی خوبه ایران فردا و دکتر نوری‌زاده، خدا نگهدارتون. دوست من قهر نکنید، ناصر شاهین‌پر یکی از ارزنده ترین انسان هایی است که من تو زندگیم شناختم. این انسان زمانی که مستر خدمتی بود و کاری، تمام آدم های فرهیخته رو اتفاقا دور خودش جمع کرده بود. امروز هم همینطور. اگر اردابیر نامه رو اومد شرح داد، قصهشو گفت، برای اینکه شما به ریشه دوزخ و بهشت در مذهب ما و مذاهب دیگر پی ببرید، بدونید قصه از کجا آغاز شد، از یک نشئگی و خواب، بعد مسائل دیگه هم پشت بندش بیاد که حالا معراج فیزیکی بود یا روحی بود، که طبیعتا روحی بود و او برای همین اردافیر نامه رو روش تکیه کرد. اتفاقا من اون برنامه رو دیدم و برای خود من خیلی آموزنده بود. قهر نکنید، حالا یه برنامه رو شما نپسندیدید، برنامه بعدی رو ببینید. ناصر شاهین‌پر زحمت میکشه برای اون برنامه. ممنونم. به هر حال به پایان برنامه امروز رسیدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.